بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستان عزیز طالبان صافی هستم از یوتیوب چنل آی تی تکنیکل پشتو با پروگرام های کامپیوتر در خدمت شما امروز دوستا ما از پروگرام ورد شروع میکنیم و درس اول پروگرام ورد را تشریح میکنیم من پروگرام ورد را باز میکنیم اول خوب باید از جای اصلیش باز کنیم که بفهمیم از کجا باز میشه دو ویندوز 10 یک خوب میتونیم که از این مینو بگیریمش نام ورد و همچنان در اینجا هم از که میتونیم از دو جایی را باز کنیم من پروگرام ورد را باز میکنیم وقت دوستان عزیز پروگرام ورد را باز میکنیم اول همراه صفحه روبرو میشیم که هم صفحه نو گرفته میتونیم هم نمونه های یا تمپلیت ها را گرفته و هم فایل هایی که قبلا ثبت شده او را بگیریم من یک صفحه نو میگیریم ورد چیز ورد پروگرامی است به خاطر ورد پروسسینگ یعنی تمام تجزیه و تحلیل ورد بالای چی هستن کلمه و نوشتار و دیگه و دیگه ورد پروگرامی است که به خاطر کتاب جور کردن مجله جور کردن مکتوب جور کردن جدول جور کردن و غیره اون چیزی کارهایی که به دفتر مطبخ ضرورت میشه ورد استفاده میشه ورد پروگرام مایکروسافت کمپانی است که از اولین پروگرامش که مایکروسافت کمپانی که مردم کار میکرد داس بود بعد از او اپریتینگ سیستم ویندوز آمد که چندین ورژن داره و در پروگرام های آفیس هم چندین ورژن ما داریم که از سال 1997 شروع شده آفیس 97 آفیس 2000 آفیس 2003 آفیس 2007 آفیس 2010 آفیس 2013 بعد آفیس 2016 و هم 2019 دارم هر 3 سال بعد مایکروسافت پروگرام های آفیس ورژنش تغییر میتن و بعد تغییرات در بینش اضافه میشود دوستان عزیز اولتر از همه باید صفحه پروگرام ورد را تشریح کنیم موقعی که در بالا است نام تایتل بار یاد میشد که وقتی که یک فایل ثبت میکنیم در اونجا نام فایل میاد که فعلا داکومنت نوشته است تمام پروگرام فایل های ورد با داکومنت شناخته میشه دی او سی یا داکومنت و اینجا نامش نشان میده که ورد است یعنی این بخش به نام کویک اکسس تول بار است که دیجی سیو است اندوز ریدوز است این بخش است این بخش به نام کماند تابس میگن مسابق اینجا مینو می آمد به شکل لیست فعلا به شکل تابس می آید که پایین این بخش از این تول بار هم گفته می تانیم و این بخش هایی که است که در بین دو لاین است به نام گروپ کماند زیاد میشه این بخش این به نام گروپ کماند زیاد میشه اینی تکمه هایی که در اینجا است به نام کلوز و مکزیمایز یا رستور مینیمایز اینا به نام کپشن بتن یا کنترول بتن هم یاد می شود صفحه که در پایین است صفحه به نام تکست ایریا یاد می شود که ما در اینجا نوشته می کنیم و اینجا هم خطکش داریم به نام هوریزنتال رولر یا خطکش افقی و در طرف چپ خطکش عمودی یا ورتیکال رولر داریم و دوستان عزیز این صفحه را به نام ورتیکال سکرول بار یاد می کنه که صفحه را تا و بالا می بره که مثلا اگر ضرورت باشد که سفر تا بالا کنیم میتونیم از اینجا مشاهده کنیم و در پایین هم ما اینجا داریم به نام هوریزنتال سکرول بار که اگر صفحه از طریق زوم کلان باشد بعد این پیشوری ما میتونیم که سفر توسط ازی به طرف چپ و طرف راست ببریم و از این پایین شباز ما داریم به نام استاتس بار که چی میکنه تمام عموم حالت یا معلومات صفحه را برای ما نشان میده اگر ما این یگان فایلی باز شده را داشته باشیم صاف شده را فعلا اینجا برای ما نشان میده که مثلا یک صفحه داریم و 12 دانه لغات داره این صفحه و بعد زبان انگلیسی نوشته شده اگر زیاد باشه باز نشان میده که مثلا 20 صفحه داریم و در فعلا در صفحه اول هستیم یا دوم دیگه به این شکل این بخش را به نام داکومنت ویو نشان میده که مثلا چه رقم صفحه نشان میده به این حالت نشان بده به این حالتش نشان میده و به این حالت
چندین حالات سفر برای ما نشان میده که زیادتر ما دهی بخش دهی حالت کار میکنیم که برای ما امو اندازش نشان میده حاشیه چقدر است، خود هم جای تکستیریا معلومات که نشان میده به کدام انداز کلش برای ما نشان که اندپرن به این حالت میآید و هیچ میکنه ای زوم میکنه سفر مثلا پس و پیش میبره به این شکل خورد و کلانش میکند. بعد از این دوستان میایم که ورد چه خوبی های داره که مردم میره استفاده میکنه. یعنی پیش از ورد یک پروگرام با نام وردپد هم داشتیم که استفاده میشد، لیکن وردپد ساده است و ای پیشرفته تر است، ادوانس است که در بعضی کارهای میشه که برای ما سهولت ایجاد میکنه. به طور مثال اگر ما اینجا بیم مثلا بعضی معلومات نشته میکنیم، میجا نشته کردیم مثلا وقتی که ما نوشته میکنیم کامپیوتر یا هر چیزی که باشه که انتر یا اسپیس میکنیم چی میکنه؟ اتومات حرف اول کلان میکنه که حرف اول باید در لغات انگلیسی چی باشه؟ کلان باشه، حرف اول لغات و خصوصا که در اول جمله باشه. دیگه خوبیش چی است؟ دیگه خوبیش است مثلا اگر ما اینجا نوشته کنیم که یک لغات نوشته میکنیم چی میکنه؟ اتومات غلطیش میگیره، یعنی امی لغاتی که ما نوشته کردیم از لحاظ سپلنگ غلط هستن که این کار را در ورد ما کده نمیتونیم یا در نوت پیل یا در دیگه پروگرام ها این برای ما غلطیش نشان میده که این لغات غلط هست. و اگر بخواهیم این را صحیح بکنیم بالاش دکمه راست ماوس کلیک میکنیم برای ما لست نشان میده، اینجا نشان میده که یا خب مایکروسافت نوشته میکنی یا مایکرو آفت، لیکن ما چی را کار داریم؟ مایکروسافت را کار داریم. دیگه چی داره؟ مثلا ما اگه اینجا به حساب گرامری غلطی کنیم مثلا نوشته کنیم شی آر گرل، دوستان اینجا برای ما نشان میده که این جمله که شما نوشته کنیم از لحاظ گرامر غلط است. یعنی اینجا میبینین که اینجا در پایین امی آر یک خط آبی آمد که از لحاظ گرامری غلط است. وقتی که بالای از این ما رایت کلیک میکنیم برای ما چی نشان میده؟ میگه که در اینجا شما باید از بگیرین، شی از اگرل. این دیگه خوبیش است. وقتی که ما نام ها رو نوشته میکنیم مثلا ما اینجا نوشته میکنیم احمد، احمد نوشته میکنیم احمد درست میگیره، لغات های را نام های را که درست میگیره و از لحاظ سپلینگ غلط نشان نمیده این همه در دکشنری کامپیوتر یا دکشنری مایکروسافت ورد که است اضافه شدگی هستن. بعضی از نام هایی که مثلا اضافه نشده بعضی را اگر ما درست هم نوشته کنیم اینا چی میکنه؟ او را غلط میگیره. مثلا من نوشته میکنم استاد محمد، یا مثلا نوشته میکنیم احمد قاسم. این قسم نام ها که رو نوشته کنیم این نام ها در دکشنری کامپیوتر اضافه نشده اینا را ایجاش درست نمیگیره و اگر پرینت هم کنیم ایده پرینت نمی. و اگر بخوایم که مثلا امی خط سرخ گم شود اینجا میتونیم که ایجا چی رو بگیریم؟ اگنور آل. اگنور آل اگر بگیریم ما میتونیم که از اینجا چیز شده و درست بیایه. و اگر اد تو دیکشنری بگیریم باز اینا چی میشه؟ در دیکشنری همین ورد اضافه میشه، بار دیگر اگر نوشته کنیم غلطیش نمیگیره. یا مثلا این قاسم هستن، قاسم نوشته کردیم اینجا یه قسیم گرفته، قاسب، قصاب گرفته، چند لغات دیگر هم. لیکن اگر اگنور آل بگیریم چی میکنه؟ امو خط سرخ از پیشش گم میکنه. لیکن اگر بگیم نه میگه میده دیکشنری اد شده، بار دیگر اگر نوشته کنیم که غلط نگیره چی میکنیم؟ اتو دکشنری میگیریم. ای بود خوبی پروگرام ورد. فعلا میایم بالای چی کار میکنیم؟ مینوی فایل اینجا کار میکنیم، چند کماند از را تشریح میکنیم. اینجا خود دوستایی سیف میکنه و ای چی میکنه؟ اندو. یکان تغییرات که ما میاریم ای اندوش میکنه، ای پس ریدوش میکنه. میایم سر فایل مینو. در فایل مینو اول انفو ده، انفو است. در انفو پروتکت داکومنت داریم، چک فار ایشو داریم و منیج داکومنت داریم که در پروتکت ما چه کده میتونیم؟ در اینجا ما میتونیم که یک فایل اگر میخواییم که سیف کنیم از اینجا برش پاسورد بدیم. اگر ما اینجا در پروتکت داکومنت بیم و انکریپت ویت پاسورد برش بگیم، یک پاسورد بدیم، مثلا میگیم یک دو سه یک پاسورد دادیم اوکی، بازم یک دو سه پاسورد دادیم اوکی، این فایل پاسورد گرفت. بعد از اون میره سیف میکنیم. در کجا سیف شوه؟ مثلا میگیم در
desktop اینجا مثلا موقعیت ها را تعیین کرده می در کدام موقعیتی که دلتان باشه می تانید desktop document و بعد از مثلا درایف هایی که مثلا هستم امرای ما در مای کامپیوتر در درایف ها ما داریم که ثبتش کنیم مثلا سی درایف هست ای درایف هست اف هست در هر درایفی که ضرورت باشه انتخاب کرده سیوش ما میایم در دسکتاپ ثبتش میکنیم مثلا نام کامپیوتر به خاطر از گرفته که اما حرف جمله یا لغات اول در صفحه چی بود کامپیوتر بود وقتی که اینجا انتخاب بود اینو میگیریم سیوش میکنیم این فایل امرای ما سیف شد اینجا میایم کلوزش میکنیم اینجا میم کلوزش میکنیم میم در فایل اوپن اوپن چی میکنه اینجا نیو خو که هست مثلا صفحه را نام میکنه صفحه نو هم گرفتیم مثلا اینجا میم صفحه نو باشه یا از تمپلیت ها باشه خو نیو کلیک میکنیم صفحه نو میایم میم در اوپن اوپن چی میکنه هم فایل های صف شده بر ما باز میکنه همون فایل کامپیوتر را باز میکنیم میبینین دوستا که از ما پاسورد مه کسی دیگه اگه ایره بخوای که دی دست بزنه یا ببینه که چی نوشته است نمیتونه باز کنه لیکن ما پاس اگه پاسورد باشه پیشش میتونه که بازش کنه یعنی فایل باز شد بعد از اون چی داریم سیف خو فایل سیف که سیف از چی میکنه سیف از فایل به چندین نام سیف میکنه مثلا یک معلومات در یک فایل ما نوشته کردیم یک چیزی دو اضافه میکنیم میگیم این یک نام دیگه در یک جای دیگه سیف شد دیگه ما از چی کار میگیریم از سیف از کار میگیریم سیف از میتونی در براوز بیای موقعیت ها را تعیین کنی موقعیت ها را مثلا می دسکتاپ است فعلا که نزدیک تر است به ما میگیم این نام چی سیف شوه کامپیوتر 1 ایخو شد سیف و دیگه ما چی داریم یک د بخش انفو اگه بیایم اینجا یک چیز دیگه که اینجا داریم به نام منیج منیج چی میکنه اینجا ریکاور ان سیف داکومنت به یادتان باشه دوستان که یگان فایلی که ما بالاش کار میکنیم و فایل عموما وقتی می اتو ریکاور که از 10 دقیقه د آپشن ها می باشه یا مثلا میتون زیاد و کمش کنیم که مثلا 10 دقیقه اگه باشه ما بالا یک فایل کار میکنیم از 10 دقیقه میشه 15 دقیقه میشه وقت زیاد میشه لکن فایل متوجه نیستیم که سیوش کنیم در این حالت برق میره وقتی که برق رفت اینمی فایل امیری کور ان سیو داکومنت هم رای خود میگیره ایره که گرفت بار دیگه که مثلا برق آمد کامپیوتر روشن کردیم از امین جمعیم منیج داکومنت و ریکاور آن سیو داکومنت از اینجا که آمدیم فایلی که سیو نبود در اینجا در لیست میه امو فایل ما اینجا انتخاب میکنیم و بازش میکنیم فایل هم رای ما باز میشه و بعد از اینجا چی میکنیم سیوش میکنیم که در یک جای سیو شوه اینمی رقم ای کار میکنه بازو بخش دیگه شد اپشن ها باز میخوانیم که چه رقم کار میشه نیو خو سفر نو کرد اوپن فایل ثبت شده را باز کرد سیف ثبت میکنه سیف از به چندین نام ثبت میکنه میم اینجا یک جای دیگه که از اونجا هم ما میتونیم به فایل خود پاسورد بدیم که او از کجا میگیریم یکی از امی تمپلیت ها را بگیریم تمپلیت دوستا از انترنت دانلود میشن اگر انترنت داشته باشیم با آسانی میتونیم که از این تمپلیت استفاده کنیم این تمپلیت گرفتیم و در این بعد تغییرات هم آوردیم دوستا میبینین که چندین معلومات زیادترش مربوط به ورد باز معلومات را داده ایجا مثلا این را میخواییم که ما سیف کنیم و یک پاسورد بدیم میم در سیف مثلا در براوز در مثلا در ایره میگیم در کجا سیف شود در ای درایف سیف شود ویلکم تو ورد است نامش همی ویلکم تو ورد باشه لیکن میم در تولز در تولز میم در جنرل آپشن در جنرل آپشن که آمدیم ایجا برشتی میکنیم پاسورد میتیم مثلا ای پاسورد که ای بخاطر باز کردن است پاسورد دوم بخاطر تغییرات است مثلا بی و ایره چی میکنیم اوکی میگه پاسورد باز کردن اینجا تکرار کن بعد از میگه پاسوردی که به خاطر تغییرات دوباره تکرار کن بی و اوکیش میکنیم بعد از اون ایرا سیو میکنیم اینی فایل که به نام ویلکم تو ورد است اینی امرای ما صف شد با پاسورد اگر ما اینجا بیم ایرا کلوز کنیم و بعد ایرا بخواهیم که بازش کنیم
enemy will come toward. یک پاسور خود طریقه انکریپت دادیم ایرا از جنرال آپشن دادیم. وقتی که ایرا باز میکنیم و از ما پاسورد میخواه. پاسورد اول باز کردن چی بود؟ ای. ای را دادیم. اوکی میگیم. اگر ما به شخص پاسورد باز کردن داده باشیم و پاسورد تغییرات نداده باشیم میتونه که پاسورد اول هم باز کردن بده و رید اونلی را کلیک کنه که وقتی که ای را کلیک کرد دهی اگر کدام تغییرات میتونه ای را مطالعه کنه تا بالا برو مطالعه کنه لکن اگر بخواه که کدام تغییرات بیانه تغییرات آورده نمیتونه مثلا ما اینجا این تغییرات آوردیم لکن حالا اگر ای را بخواه که سیف کنه سیف را کلیک میکنه هرچی بکنه که در اینجا سیف کنه سیف نمیشه سیو نشد باید برای ازی دیگه نام بده دو فایل اصلی که از تغییرات آورده نمیتانه چه رقم میتانه که مثلا ما امی پاسورد ازی را پس از بین ببریم مکمل بادش میکنیم هم موریفای و هم چیز وقتی که ما موریفای باز کنیم باید ما اگر تغییرات دهی بیاریم میبینیم فایل اصلی باز شد و تغییرات دهی نیست اگر ما دهی مثلا تغییرات بیاریم حالا اگر سیف بگویم ای چی میشه؟ سیف میشه اگر بخواییم پاسوردش از بین ببریم میم در فایل مینو از سیف از میم میم در جنرال آپشن امو پاسوردی که دادیم امو را پس بک میریم اوکی میکنیمش بعد از این فایل سیفش میکنیم این فایل بعد از این امرای بدون پاسورد باز میشه اگر بیای میجا اوپن ویلکم تو ورد نامش هست بدون پاسورد باز شد او فایل دیگه که ما جور کرده بودیم دوم فایل بود که پاسورد برش دادیم کمپیوتر 123 پاسوردش بود اگر پاسورد ازیرم میخوایم از بین می ببریم پس در اینفو میم در پروتکت داکومنت و در انکریپت ویت پاسورد میم امی پاسورد از اینجا پاک میکنیم بعد از اون اوکی سیوش میکنیم که امی تغییرات دهی سیف شود دوستان عزیز درس اول پروگرام مایکروسافت ورد تا به اینجا بود انشاءالله درس های دیگه شده دیگه روزهای بعدی کار میکنیم درس رو ببینین اگر خوشتون آمد چینل ما را لایک و سبسکرایب کنین امروهای دوستای دیگه شریک بسازین تا که اونا هم مستفید شون از توجه تان تشکر روز خوش و خوشحال داشته باشین